برنامه کودک و نوجوان به نام خداوند بخشاینده و مهربان سلام خدمت حضور همگی شما کودکان و نوجوانان عزیز امید است که شما نازنین ها جور باشین و صحتمند باشین و یک و یک شما عیزان را خوش آمدید میگم به برنامه امروزی ما دوستا تشکری و سپاس از همگی شما همراهان همیشگی برنامه کودک و نوجوان که ما را همه روزه بیننده هستین و ما را تنها نمیمونین و امید است که شما ایزان در برنامه امروزی هم که قرار است ما مهارت یاد بگیریم ما را همراه باشین تا آخرین لحظات برنامه ما دوستا فولادی جان است امروز با ما فولادی جان سلام صبح بخیر و بسیار زیاد خوش آمدی در استدیو در برنامه و دوستای ما هم منتظر خودتان هست اگر سلام علیکی با دوستان ما داشته باشی بفرمایید تشکر جمشید جان سلام خدمت خودت و سلام خدمت همگی هم دوستای خوب و عزیز و نازنین ها خدا کنه خوب باشن جور و باشن و مریض نباشن دوستکارم تو خوب هستی جمشید جان بله تشکر من کاملا خوب هستم و خودت هم که میبینم خوب هستی بله جمشید جان من خوب هستم بله چی خوردی؟ خب خوردم دیگه چی خوردیش مهم نیست ولی چرا نیست همیشه به من میگی که فلاد جان صبحانه باید همیشه چیزای خوب خوب بخوری تا شب با انرژی باشی بله خب من هم یک چیز خوب خوردم دیگه خوب از جمشی جان نوش جانت بله تشکری میکنم از خودت دوستان عزیز بسیار زیاد خوشحال هستم که در خدمت شما ایزان هستم با یکی دیگر از برنامه های کودک و نوجوان خب دوستان امروز یک شنبه است و شما هم میفهمید که ما در روزهای یک شنبه مهارت یاد میگیریم بله در ذهنم یک سوال چند روز است خب در این مدتی که ای صبحکی وقت که میرون کورس نه؟ بله باز میبینم که استادا بین خودان صحبت میکنن بین شاگردان صحبت میکنن باز ما هیچ متوجه نمیشم که چی میگن خب مثلا با خودشان میگن که آها تغییر خوب هست. تغییر در زندگی خوب است یعنی چی چیزا جمع جان مگه زندگی ما چرا باید در زندگی ما تغییر ایجاد کنیم بله. زندگی ما مگه چی مشکلی داره بله یعنی خودت راضی هستی دیگه از وضعیت خود مثلا از برنامه های روزانه خود از فعالیت های روزانه خود راضی هستی کم و توم نه کم و توم نه کم و توم نه بله. اما پس... متوجه زیاد نمیشم به خاطر که من بچه هوشیار هستم خوش دارم همیشه گپای استادا رو بفهمم اما این اصلا نفهمیدم آفرین به خودت فلودی جان خب دوستان عزیز امروز هم که قرار است ما با هم مهارت یاد بگیریم پس به گفتی فلودی ما باید بفهمیم که تغییرات در زندگی ما چقدر مهم است اصلا مهم است مهم نیست اصلا چی هست یا... جان اه... بله اصلا چی هست دقیق بله. چی هست من یک و یک برای خودت برای دوستکهای عزیز ما میگم درست است خب خب دوستان عزیز همگی ما به خاطر یک یک تغییرات در زندگی ما بیاید مقاومت میکنیم و این اعتمال در همگی ما وجود داره مثلا مایی که روزانه میخیز و می این برنامه و بعدش میرم مثلا خانه و کورس و درس و مطالعه من از این وضعیت خود مثلا راضی هستم ولی دوستا در دنیای ما هستیم که همه روزه یعنی همه یعنی جهانیان در حال تغییر هستند در حال آه. پیشرفت هستند مثلا علم چه قدر پیشرفت کرده تکنولوژی چه قدر پیشرفت کرده بله. پس تغییرات در زندگی ما یک امر عادی است یعنی یک کار است که عادی است ما باید مهارت تغییرات را در زندگی ما پرورش بتیم رشد بتیم در خود ما و دوستا خوب درک کنیم تغییر در زندگی خود و بفهمیم اه. که تغییرات در زندگی ما فواید بسیار زیاد و مثبت داره. جمشید جان؟ جم. بله. تغییر چیست؟ خب، تغییر یعنی ای که ما امو عادت‌های قدیمی خود ما را رها کنیم و بریم عادت‌های خوب را یاد بگیریم در واقع چی میشیم؟ تغییر میکنیم مثلا دوستا اگر ما بخوایم که مثلا امی عادت یا ایراداتی که ما داریم اگر تمامش را ترک کنیم و طرف موفقیت حرکت کنیم در واقع ما خود ما تغییر میکنیم پس ای هم خودش تغییر است ولی دوستا محققان یا همو دانشمندان تغییر در زندگی را به دو دسته تقسیم کردن دو دسته؟ یکی تغییرات فیزیکی و دیگهش هم تغییرات ذهنی یا تغییرات درونی خب تغییرات فیزیکی شامل کارهایی است که ما در روزانه انجام میتیم مثلا ما روزانه تفریح میکنیم درس میخونیم مطالعه میکنیم کورس میریم گیم و میزنیم گیم میزنیم بله اونده. یا مثلا بعضی ها هستن در روزانه یک چند ساعت خواب میکنن بله. خب این تغییرات فیزیکی است که ما روزانه انجامش میتیم پس آه. دوستا اه یعنی زیاد تاکید شده توسط دانشمندان یا روانشناسان هم. که گفتن ما باید کوشش کنیم در برنامه روزمره خود تغییرات ایجاد کنیم البته دسته که مربوط یعنی فیزیکی میشه یعنی ما گفتیم که تغییرات را به دو دسته تقسیم کردن خب مثلا چی کار انجام بدیم مثلا اضافه کردن یک ساعت مطالعه در برنامه روزانه پس این میشه تغییرات فیزیکی یعنی ما میریم کتاب ور میداریم و در برنامه روزانه خود اضافه میکنیم یک ساعت مطالعه آزاد را البته دوستا همگی ما مطالعه میکنیم همگی ما روزانه درس میخونیم و سال آینده مثلا ما درس میخونیم آمادگی میگیریم ولی دوستا مطالعه آزاد یک ساعت وقت بگذاریم و در مورد معلومات عمومی ما ما مطالعه کنیم پس یعنی جمع یک تغییر شد اگه دیگر روزا 3 ساعت خواب میکردیم دو ساعت خواب کنیم یک ساعت چه کتاب بخوانیم بله پس یک تغییر دیگه که ما میتونیم انجام بدیم طبق گفتی فولودی جان دوستان عزیز ما میتونیم که از برنامه که مثلا ما داریم که از ساعت یک تا سه مثلا ما خواب میکنیم درست است؟ بله پس دوستان یک ساعتش را یعنی ما دو ساعت یا یک ساعت خواب کنیم و یک ساعت دیگه را کم کنیم و بریم مطالعه کنیم پس است که تغییرات در زندگی ما می و هم. یعنی پیامت های بسیار مثبت در زندگی ما داره و ما را موفق تر از روز قبل می سازه چه فایده دوستا... جان خیلی چی اهمیت داره اصلا چه فایده بله من درباره اهمیتش هم بر خودت میگم دوستا اوه. امی که ما از روز قبل پیشرفت کنیم از روز اوه. قبل تغییر کنیم اوه. پس این خودش یک موفقیت است و یک فایده است چمشه جان بله؟ یک کتاب دلخواه خواندن جورا خواهنده خاطر خب چرا؟ خاطر که خواه میشم خب به خاطر خواب میشه <applause> خب ما به همین خاطر امروز به گفته خودت این مهارت را مد نظر خود گرفتیم و میخواییم این مهارت یاد بگیریم پس ما باید تغییرات در زندگی خود ایجاد کنیم درست جا از از گفتم یک کم متوجه شدم که این تغییر در زندگی و برنامه‌ریزیام هم ربط داره بله به ریزی هم ربط داره من تمامش رو بر خودت و بر دوستای عزیز ما میگم آف. ولی فعلا یک میان برنامه داریم دوستای عزیز و نازنینم بریم با هم یک جام میان برنامه بینیم و در آیتم بعدی برنامه ما زیاد میگیم در مورد مهارت تغییرات در زندگی پس شما ایزان با ما همراه باشید با ما باشین. باز هم شما نازنینار را خوش آمدید میگم به برنامه خودتان و تشکر میکنم از شما همراهان همیشگی و همروزی برنامه کودک و نوجوان خوشحال هستیم دوستا در خدمت شما هستیم و امروز ما در مورد مهارت بسیار مهم و مفید صحبت می که نامش هم از مهارت تغییر کردن بله تغییر کردن قسمی تغییر کنیم خب دوستان عزیز در آیتم اول برنامه گفتیم که تغییرات در زندگی ما به دو دسته تقسیم میشه دو دو. یعنی یکی تغییرات فیزیکی و دیگیش هم تغییرات ذهنی که ما در مورد تغییرات فیزیکی صحبت کردیم امه. و ما میتونیم با بعضی با اضافه کردن بعضی از برنامه ها در زندگی خود تغییر کنیم از لحاظ فیزیک حالا میایم روی بحث بعدی برنامه ما و ای که ما باید تغییرات بیاریم بر ذهن ما یعنی از درون ما خود ما را تغییر بتیم خب چرا میشه راه های بسیار ساده ای وجود دارد دوستا که من حتما برای شما ناظرین رو میگم و انشالله که همگی ما این مهارت را خوب صحیح یاد میگیریم یعنی ما خب... از درون و ذهن خود تغییر بتیم بله یعنی ذهن ما رو کنیم بله چه قسمی خب دوستا پس هم. لازم است که ما این مهارت را یاد بگیریم و گفتیم که شاید در ذهن ما سوال خلق شده هم. که خب اگر ما سوال. تغییر کنیم هم. از کجا شروع کنیم از کجا و باید گفتیم باید هم دوستان نازنین که وقتی که ما میخوایم تغییر کنیم هم. پس بعضی از مشکلات امکان داره که صدرای ما قرار بگیره و خوب است که ما باید در, م... در, مقابل مشکلات استادگی کنیم و زود منصرف نشیم خب دوستا یک امر عادی است مثلا در فکر ما میای خب ما برنامه روزنی خود ما را داریم پس چی نیاز به تغییر داریم آه همه قسم جمع جان بله خب. قسم که پیشتر هم گفتم فولادی جان بعد دوستان عزیز تغییرات در دنیای امروزی یک امر عادی است دیگه ما میبینیم همه چیز روز به روز تغییر میکنه پس این تغییرات که در اطراف ما صورت میگیره تاثیر مستقیم بالای ما داره پس خوب از دوستا که ما هم مهارت تغییر کردن یاد بگیریم و طبق محیط ما پیش بریم و انشالله همگی ما به هدف خود برسیم خب دوستا یکی از راه های ای که ما را میتونه برای تغییر کردن کمک کنه است که ما باید غرور خود ما را کنترل کنیم بعضی وقتها دوستا غرور ما اجازه نمیته که مثلا ما بعضی کارا رو انجام بدیم یا بعضی روابط دوستانه رو غرور ما خراب میکنه مفرور. یا بعضی از با همسین ما امکان داره که ما قهر باشیم و همین غرور ما اجازه نداره که ما بریم با دوست خود آشتی کنیم پس دوستان عزیز کنترل کردن غرور باعث میشه که ما زودتر از همگی تغییرات مثبت را در زندگی خود ایجاد کنیم اما تو که قدم سید جان چند روز پیش هم گفته بودی واقعا قرور بسیار بد است بله بسیار به ما ضربه میزنه بله خب دوستان عیز نازنین ما باید همه روزه تغییرات در خود انجام بتیم و ای که ما موفق تر از روز قبل باشیم خب دوستان ما در یک مقاله ما خونده بودم که اگر میخوایم که ما موفق شویم و تغییرات در زندگی ما ایجاد شوه است که ما باید نترسیم ما، اما تو با اقتدار و سمت جلو حرکت کنیم جان بله اگه ما بخوایم در زندگی ما تغییر ایجاد کنیم اگه دیگر ما را رشخن کنن چی؟ بله اگه دیگر ما را تمشخور خور کنن چی؟ خب ما باید تغییرات مثبت را در زندگی خود به وجود بیاریم نه ای که مثلا ما تغییر کنیم که از مثلا از عادت های قبل ما کرده بدتر باشه دیگه این که اصلا امکان نداره ما باید خوب بخونیم خوب مطالعه کنیم و در مورد عادت های خوب بخونیم و یک برنامه هم داشتیم دوستان عزیز در مورد عادت های خوب و ما میتونیم که دوستان خوب خود تغییرات مثبت در خود ایجاد کنیم آه یعنی های خوب جایگزین های بد کنیم بله اوه. خب وقتی که ما میخواییم تغییر کنیم چند چیز را باید آمادگیش را بگیریم باید ما چی کار را انجام بتیم چی باید توانایی استادگی در برابر انتقادات را داشته باشیم دوستان ما مهارت انتقاد پذیری را خواندیم یا همگی ما فهمیدیم بله در مورد بله, بله جامع بله, بله, بله پس اگر ما میخوایم تغییرات مثبت در زندگی ما بیای، باید توانایی استادگی در مقابل انتقادات را داشته باشیم دومین را باید ما تغییرات جدید را به زندگی ما راه بتیم پس این میشه مهمترین چیز وقتی که ما اجازه بتیم که تغییرات مفید در زندگی ما وارد شود پس ما حتما و حتما موفق میشیم نه. خب دوستان ما باید عادت های کهنه و قدیمی خود ما را دور بانیم و بریم دنبال عادت های خوب و عادت های جدید و عادت هایی که ما را مطمئن هستیم که ما را کمک میکنه به خاطر رسیدن به اهداف ما پس دوستان این سه راه هم بسیار زیاد مهم است که ما باید مد نظر ما بگیریم و تا موفق شیم که تغییرات مثبت در زندگی ما ایجاد شود آفرین جمشید جان کم کم متوجه شدم کم بله. کم نه نیکی زیاد زیاد متوجه شدم بله دوستان عزیز همگی ما می فهمیم که مثلا ما وقتی که تغییر کنیم منتظری هستیم که یک نفر یا ما رو تشویق کنه یا یک نفر ما رو مثلا این کار ما رو نپسندنی پس دوستان این رقم کارا رو اصلا مد نظر خود نگیریم دیگه چرا دیگه قرار است که ما خود ما تغییر کنیم پس دوستان عزیز در این آیتم هم صحبت کردیم در مورد مهارت تغییر کردن پس باز هم بریم یک میان برنامه ببینیم چرا که امکان داره شما عزیزان دلتان بخواهی که کارتون ببینید پس همگی ما میریم با هم میان برنامه ببینیم و در آیتم بعدی برنامه باز هم میگیم در مورد مهارت تغییر کردن خب دوستان خوب و مهربانم باز هم خوش آمدین به برنامه خودتان دوستان ما امروز در مورد مهارت تغییر کردن صحبت کردیم و همگی ما فهمیدیم در دو آیتم قبلی برنامه که ما باید تغییرات مثبت را در زندگی خود به وجود بیاریم و به خاطر چی تغییر کنیم چرا که ما هر چی زودتر به هدف خود برسیم و هر چی زودتر موفق شیم. آ دیگه جان ما روش بر روز روش بر روز کلانتر شدم این پس بله. خوب است که در زندگی ما تغییر ایجاد کنم. بله. دوستان عزیزم ما باید وقتی که اگر میخوایم که ما تغییرات مثبت در زندگی خود بیاریم خوب از دوستان مسئولیت همه چیز را به گردن خود بگیریم مثلا بعضی ها هستن دوستان این وقتی یک کار را انجام میتن مدام مثلا پرخاشگری میگه مثلا در خانه یک نفر متوجه میشه متوجه اشتباه کسی که مثلا اشتباه کرده خب. این دیگه مدام پرخاشگری میکنه مثلا دیگران مقصر میدانه مثلا اگر اگر او ای رقم میکرد این کار نمیشد یا مثلا اگر او دوستم با من این گپ را نمیگفت این رقم نمیشد دوستا اگر ما میخواییم که خود ما افراد مستقل باشیم پس خوب از دوستا مسئولیت همه چیز را خود ما بر آهده بگیریم حتی اگر اشتباه که... باشیم بله دیگر. دیگر. ما باید رو راست باشیم صادق باشیم و هر کاری که شده باید خود ما اگر اشتباه کردیم باید او اشتباه خود را دیگه جبران کنیم او اشتباه را ارگز تکرار, تکرار نکنیم, خب بله دوستان عزیز دیگه ای که ما میتونیم در درباره تغییراتی که در زندگی ما میایه مقاومت نکنیم دوستا همگی ما دوست داریم خب همگی ما راحت باشیم ولی این راحتی اوقدر زیاد برای ما نمیماند چون ما بزرگ میشیم و سینما که بالا ره مسئولیت های بردو ما گذاشته میشه اون مسئولیت ها امکان داره خواندن درس های پنتون باشه بله. خب دوستا وقتی که تغییرات در زندگی ما میاد و همگی ما میفهمیم که این تغییرات برای ما مثبت است پس مقاومت نکنیم بگذاریم که تغییرات در زندگی ما بیاید تغییرات مثبت در زندگی ما بیاید تا ما هم تجربه ما بالا بره و هم موفق شویم پس دوستان راه دیگیش که ما میتونیم تغییرات در خود ایجاد کنیم ایست که ما باید در برابر ت... یعنی تغییرات در زندگی ما میاید مقاومت نکنیم مقاومت نکنیم بله دوستان عزیز اگر میخواییم که از امروز شروع کنیم چه کار میکنیم؟ یک یعنی قلم و کاغذ میگیریم پیش خود ما و شروع میکنیم از گرفتن ایرادات و مشکلات خودمان نوشته میکنیم و دوستا یادتان باشه که او قدرم در حق خود لطف و مهربانی نکنیم که مثلا بعضی مشکلات را اصلا نوشته نکنیم و یا یک کار کنیم که پیش خود ما شخصیت خودمون خدای نخواسته پایین بره پس دوستا خیلی رو راست باشیم خیلی راستگو باشیم با خود ما صادق باشیم و هر مشکلی که داریم در یک قلم و کاغذ نوشته کنیم روی یک کاغذ نوشته کنیم و بر اون مشکلات ما راه حل پیدا کنیم و در خود ما تغییرات را ایجاد کنیم پس این رقم از دوستای عزیز که ما تغییر میکنیم ما موفق میشیم و به هدفهای خود زودتر از همگی زودتر از دوستان خود میرسیم جمشه جان بله بدون عزیز که بخوام در ورق نوشته کنم خودم کل مشکلات خدا فهمیدم. بله پس به خاطر ای که از مم. یادت نره و به خاطر ای که همیشه یادت باشه و وقتی که ما نوشته کنیم خب این امو از مغز خود ما سدگنی وقتی ما مم. در یک کاغذ نوشته کنیم مثلا یک مشکل ما را در مم. یک کاغذ نوشته کنیم مم. پس دوستا مغز ما مستقیم دیگه میره به خاطر راه حل از او پس دوستا یکی از راه های ای که ما میتونیم اون مشکلات را خود ما حل کنیم و یا اگر نمیتونیم میبینیم که این مشکل مثلا زیادتر یعنی مشکل بزرگتر است پس خوب از دوستا با یک فردی که تجربهش بالا است مثل پدرجان، مادرجان، برادرهای بزرگ، خواهرای بزرگ بریم مشورت کنیم و هر چیز زودتر دوستان عزیز مشکلات را حل کنیم و تغییر اساسی در زندگی ما ایجاد کنیم چون همگی ما در این سن سال که هستیم نمیمونیم همگی ما بزرگ میشیم همگی ام. ما قرار است که بریم درس های سختتر بخونیم بله مثلا... جان به هدف ما برسیم بله پس ام. اگر می که موفق باشیم و به هدف های خود برسیم ام. پس خوب است که مهارت تغییر کردن را خوب صحیح و خوب درست یاد بگیریم مثلا از این نمی جان سه تغییر کردم آفرین به خودت بله. و امید است که شما دوستان عزیز و نازنین شما دوستان خوب و مهربانم هم از موضوع برنامه امروزی ما چیزهایی بسیار خوب را یاد گرفته باشین اهو. پس دوستان ها صحبت های ما هم تمام و رسیدیم به پایان برنامه امروزی ما باز هم تشکری میکنم از شما دوستان خوب که ما را همراه هستین اهو. دوستان ما آیتم بعدی آیتم شگوفه ها داریم و عکس های شما ناظرین ها که در صفحه فیسبوک برنامه کودک و نوجوان بر فرستاده بودین امروز به نشر میرسه اهو. ما و فولادی از حضور شما ایزان خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی شما رو به خداوند یکتا و بینیاز مسپاریم خدا حافظ و نگهدار همگی شما خدا نگهدار